دوستان سلام، به یامی گسترونومی خوش اومدید. من مهیار هستم، امشب در خدمتون هستم. میخواییم با هم یکی از غذاهای خوشمزهی که متقاضی زیادی هم داشته و در کشور ما خیلی طرفدار داره درست بکنیم و اون کتلت هست. کتلت طبیعتاً به صدها روش مختلف میتونه درست بشه و در واقع شکل و فرم نهاییش تقریباً یک چیز مشابه خواهد بود. کتلتی که ما به فرم کنونی میشناسیم در واقع منشأ روسی داره و اولین بار توسط هموطنان عزیز ارمنی ما در اغذی فروشی ها در سطح شهر و کشور عرضه شد و طرفداران بسیار زیادی پیدا کرد بین مشتریانی که اون موقع از این بخت و اقبال برخوردار بودن که در فراغت خاطر میتونستن برن بشینن اونجا و همراه با نوشیدنی مورد علاقه شون این رو میل بکنن. و ما میخوایم الان روشی که کتلت رو با هم دیگه درست بکنیم یه مقدار خیلی جزئی تفاوت داره با اون بیس استاندارد روسی. رسیپی اصلی روسی یه مقدار ساده تر بود از بابت استفاده ادویجات و من باب مثال در این به هیچ وجه از زردچوبه استفاده نمیشد، ولی ما اینو میخوایم یه مقدار بیشتر سازگار بکنیم به ذائقه خودمون. این پیاز تقریبا 150 گرم 170 گرم وزنش هست. اینو رنده میکنم. نیاز به این نیست که خیلی آب پیاز رو بگیریم. اگه پیاز خیلی خیسی بود و رندتون ریز بود و اینو خیلی له کرد، بهتره که از یه رنده متوسط تیز استفاده بکنید در واقع، خیلی آب پیاز رو در نیارید. اما اگر این اتفاق افتاد، آب زیادی از پیاز خارج شد، ناچار هستیم که یه مقدار از آب این رو بگیریم. پیازی که من رنده کردم علی‌رغم اینکه رنده تیزی رو استفاده کردم ولی یه مقداری آب از این خارج شده، یعنی خیلی خیس هست و این مقدار بدون اینکه اینو بچلونم توی صافی، این مقدار آب اضافی که کف تابه هستش رو خواهم گرفت. پیاز رو همطور که خدمتتون عرض کردم خیلی خشکش نکنید، یه مقدار آب پیاز می‌خوایم داشته باشیم و بعداً خدمتتون عرض می‌کنم که چطور رطوبت مخلوط نهایی رو کنترل می‌کنیم. چیزی که معمولاً باعث شل شدن یعنی وارفتن به اصطلاح کتلت توی تابه هنگام سرخ شدن میشه، اولین دلیل این مسئله این هست که درصد گوشت به سیب زمینی درست رعایت نشده. شما اگر این درصدتون درست نباشه 5 تا تخم مرغ هم به مخلوط کتلتتون بزنید باز این وا خواهد رفت. گوشت عامل اصلی نگه دارنده و انسجام دهنده این هست هنگام پختن و برای 1 کیلو گوشت همیشه 500 گرم سیب زمینی و یه پیاز کوچیک استفاده بکنید. این مقدار پیاز و سیب زمینیتون به نسبت گوشت اگر که به هم بخوره و نامتوازن بشه، اون وقتی که مجبور میشید با آرد نخودچی و تخم مرغ و خیلی کارهای دیگه که دوستان میکنن سعی کنید که این فاجعه بعدی در تاور رو کنترل بکنید. نکته مهم در مورد سیب زمینی این هست که برخی از دوستان سیب زمینی خام استفاده میکنن، برخی هم سیب زمینی پخته. یکی از رمزهای خوشمزه شدن کتلت و پیدا کردن بافت مناسبش این هست که سیب زمینی رو درشت انتخاب بکنید، با پوست این رو توی آب بپزید، با آب سرد شروع بکنید که به تدریج دما به مرکز سیب زمینی برسه. اگر اینو توی آب جوش بندازین بیرونش بیشتر از مرکزش میپزه، چون ما میخواییم این سیب زمینی نیم پز بشه. یه سیب زمینی حدود 300 گرمی 320 گرمی که من دارم استفاده میکنم تو 25 دقیقه این به اندازه کافی نیم پز میشه که شما چنگال موقعی که این تو فرو میکنید یه تقریبا 3 سانت اولش راحت تر فرو میره، بعد با یه خورده مقاومت مواجه میشین. میخواین اون مرکز سیب زمینی کاملا نرم نشده باشه. حالا علت این که از سیب زمینی نیم پز استفاده میکنیم این هست که نشاسته سیب زمینی پخته باعث انسجام میکسچر میشه و بافت خوبی رو به مخلوط
مایه کتلت ما میده، ولی این قسمت‌های خامتر مرکزش که خود سفت‌تر هست، اینو به شرط اینکه موقع مخلوط کردن نهایی همه چیز رو با هم له و لورده نکنید و کاری که من خدمتتون میگم انجام بدین، این باعث میشه که سطح کتلتتون یه مقدار بافت سیب زمینی مشخصی رو داشته باشه به صورت قطعات سفتر سیب زمینی رنده شده. خب عزیزان، با 600 گرم گوشت شرح کرده که خدمتتون عرض کردم شروع میکنیم. اولین چیزی که روی گوشت اضافه میکنید تخم مرغ هستش. 3/4 قاشق غذاخوری نمک به این اضافه بکنید. فلفل سیاه اضافه میکنیم. یک قاشق غذاخوری فلفل سیاه به این اضافه کردیم. زردچوبه که خدمتتون عرض کردم این آپشنال هست، ولی خوشمزه تر میکنه کتلت رو، اما غالب نباشه لطفا، خواهش میکنم. و مکسیموم حد اکثر از یک قاشق چایخوری زردچوبه استفاده بکنید. حالا اگر غذای تند و اسپایسی دوست دارین، میتونید سلیقه خودتون رو اعمال بکنید روی کتلت. من یه قاشق مرباخوری به این فلفل قرمز سایده استفاده میکنم که فلفل قرمز خیلی مرگباری نیست، تنده ولی خیلی چیز کشنده نیست و یه مقدار تندی همچین مطبوعی به این خواهد داد. توصیه من اینه که شما از سبزی خشک استفاده بکنید. من در حد 3-4 قاشق غذاخوری اینجا سبزی تازه خورد کرده مخلوطی از جعفری و گیشنیز دارم که البته اینم آپشنال هست، ولی عطری که سبزی لابلای کتلت شما بهش خواهد داد چیزیست که خوبه اگر وجود داشته باشه. چیز مهم دیگر اینجا این هست که حدود یک قاشق غذاخوری گرد لیمو به این اضافه بکنید. من پرک لیمو دارم. پرک لیمو معمولا یه مقدار مرطوبه و خیلی راحت توی هاون سایده نمیشه. انقدرم نیست این که به خاطرش بخواد آسیاب در بیارید اینو پودر بکنید. این قطعات درشتر اینو خیلی راحت با یه کارد تیز میتونید به اندازه ریز بکنید که بتونیم به مخلوطمون اضافه بکنیم. قطعا اینم از اقلامی است که در اوریژینال رسیپی روسی استفاده نمی‌شده. میتونید ادویجات دیگه تو این مرحله اضافه بکنید به مخلوط اگر دوست دارید. یکی از کاندیداهای خوب ادویه میگوماهی جنوبی هست. ادویه‌های به اصطلاح تیپ پولویی سعی کنید استفاده نکنید، ممکنه یه مقدار هل و میخک داشته باشن و سمت و سو رو کلا عوض می‌کنن. پیاز رنده شده به این اضافه میکنیم. یه مقداری از سیب زمینی رو در حدود 1/3 از سیب زمینی رنده شده رو اول من اضافه میکنم و این مخلوط رو یه ورز میدم. ابتدا به ساکن تخم مرغ و همه مواد و گوشت رو با هم خوب مخلوط میکنم. در اینجا ما یه فوت کوزه‌گری داریم. من اینو خدمتتون باید عرض بکنم که توی رسیپی روسی برای 1 کیلو گوشت 1/2 پیمانه پودر نون، یعنی نون خشک در واقع آسیاب شده، این رو در همون مقدار یعنی 1/2 پیمانه شیر ولرم خیس میکردن، 1/4 میگذاشتن بمونه، سپس اینو به میکسچر اضافه میکردن خمیر حاصله رو که این باعث چسبندگی بیشتر بشه. اگر این درصد گوشت رو رعایت بکنین شما اصلا احتیاج به همچین کاری نخواهید داشت، ولی اگر میخواید مطمئن‌تر بشید که تیرتون به خطا نمیره و کتلتتون دچار مشکل نخواهد شد در تابه، از آرد سیب زمینی استفاده بکنید. آرد سیب زمینی من در حدود 2 قاشق غذاخوری الان به این اضافه میکنم. آرد سیب زمینی طعم اینو عوض نخواهد کرد و
یه مقداری این مخلوط رو خشکتر و منسجمتر میکنه. این آرد سیب زمینی به شکل گرانول خیلی ریز هست، دونه های خیلی خیلی ریز، یعنی مثل آرد گندم حالت پودر خیلی نرم نیست و این رطوبت به خودش جذب میکنه وقتی میمونه توی این مخلوط. در واقع این نقش یک بافر رو اجرا میکنه که رطوبت اضافه اگر داشته باشه مخلوط شما این رو میگیره. تو این مرحله که همه چیز رو یک دست و مناسب کردیم، رسید به اون درجه سفتی مورد نظرمون، بقیه سیب زمینی رو به این اضافه میکنیم. علت این که این مقدار سیب زمینی رو آخر سر اضافه میکنیم این هست که من میخوام این سیب زمینی نیم پز یه سری از قطعات به اصطلاح دراز و سفتر و کمتر پخته این توی شکل نهایی مایه مشخص بشه. نمیخوام خیلی اینو له و لبردش بکنم و زیادی همش بزنم. این باعث خواهد شد که سطح کتلت ما یه مقدار از این قطعات سیب زمینی رو داشته باشه که هنگامی که اینو سرخ میکنید اینا برشته بشن و هم سطح زیباتری به کتلت شما میدن، یعنی خیلی به مراتب قشنگتر از کتلتی خواهد شد که توی پودر نون اینو زدید و سرخ کردید. و همین که برشتگی اینها بافت خیلی لذیذ و خوبی هم به کتلت میدن. این تمام مخلوط کردن و ورز دادنی هست که بعد از اضافه کردن بقیه سیب زمینی میخوایم انجام بدیم و در نهایت ما یه همچین چیزی داریم که هنوز قطعات سیب زمینیمون این تو مشخص هست که موقعی که اینو فرم میدید اینا رو میتونید ببینید، اما در این حال خوب منسجم هست و چسبنده هست و هیچ نگرانی بابت به اصطلاح شل شدن و وارفتن این توی تابه وجود نداره. حالا اگر باز دوباره میخواین خیلی محکم کاری بکنین، کاری که انجام میدیم اینه که علارغم این که مطمئنیم که درصدها رو درست رعایت کردیم و این مایه کتلت به هیچ عنوان مشکل نخواهد داشت، ولی میخواین خیلی محکم کاری بیشتری بکنید و زمان کافی دارید، این مایه رو رو سطح درش چیزی بگذارید یک ساعت در یخچال نگه دارید. این بهتر خودش رو میگیره، اون گرانول سیب زمینی که بهش اضافه کردیم باز بهتر اگر رطوبت اضافه اینجا وجود داره همه اینو میتونه جذب بکنه، همگونتر و مستحکمتر میشه ساختار این اگر استراحت بکنه یک ساعت توی یخچال. و من حالا تو زمان شاید کمتر از یک ساعت اینو شروع خواهم کرد به سرخ کردن و با هم مرحله بعدی رو میبینیم. یه تابه استیل سیزن شده، یعنی نچسب شده اینجا دارم که اینو داغش کردیم، رسیده به دمای کاری مناسب و در این مرحله خب میبینید که به اندازه یه نارنگی کوچیک من برمیدارم، بعضی هاش خورده بزرگتر بعضی هاش خورده کوچیکتر و دستم رو قبلا یه ذره مرطوب کردم، به این ترتیب اینا رو بهشون شکل میدم و کناره های این رو مهمه که صاف بکنید که ترک نداشته باشه که حین سرخ شدن احتمال از هم باز شدنشون کمتر بشه. به این ترتیب من فکر میکنم این کار خیلی راحت تره تا اینکه اینا رو اول درست کنید توی سینی بگذارید و چنین مسائلی. و این کتلت ها رو که میگذارید 4-5 دقیقه، یعنی حداقل 4 دقیقه اصلا جا به جاشون نکنید، اصلا بهشون دست نزنید، بذارید تا یه ورشون کاملا قهوه‌ای و برشته و خوشگل بشه. هم میبینید که این مایه به قدری فرم خوبی داره که من
دیگه هی دستم رو مرتب دوباره خیس نمی کنم. همون اولی که شروع کردم دستم یه ذره مرطوب بود، تا این آخر میبینید که چیزی به دستم نچسبیده. خب دوستان میبینید که کتلتی که توی تابه سیزن شده استیل میذارید، وقتی که زیرش یه سطحش به اندازه کافی سرخ شده باشه خودش رو آزاد میکنه، یعنی به راحتی شما میتونید اینو حرکت بدید و قطعا نمیچسبه و اصلا هم نیازی به این نیستش که با زور اینو حرکت بدید. کتلت اولی رو بر میگردونیم و این دقیقا چیزیست که ما دنبالش هستیم. این یکی هاری که دیرتر گذاشتیم رو حالا باز یه خورده با تأخیر برمیگردونیم. هر طرف این همون حدود 4-5 دقیقه کافی است که سرخ بشه. اگر بعد از 4-5 دقیقه سطح اول شما به این اندازه برشته نشده بود، یعنی دمای تابتون خیلی کمه. اگر که خیلی زودتر از این برشته شده بود و بعد از 4 دقیقه دیدید این بیش از این اندازه برشته شده و سوخته، و خب اون یعنی که دمای تابه رو باید کم بکنید و یه بار که این کار رو انجام بدید قلق ماجرا کاملا دستتون خواهد اومد. این ور کتلت ها رو هم همون 4-5 دقیقه سرخ میکنیم. یه دیست اینجا آماده کردیم، دو لایه دستمال آشپزخونه این تو پهن کردیم که روغن اینها گرفته بشه موقعی که اینها رو برمیداریم. خب دوستان من یه تکنیکم بهتون یاد بدم. این کفگیر من سطح صیقلی نسبتا آینه‌ای داره و یکی از تکنیک‌های مورد استفاده اینه که از این مثل آینه عقب اتومبیل استفاده بکنید و اینو وقتی میذارید این زیر میتونید سطح کتلت رو ببینید و متوجه میشید که این کاملا به اندازه کافی برشته شده. به این ترتیب کتلتون میشه باریکتر و ظریفتر از این درست کرد. خیلی از دوستانم 30-40% سیب زمینی بیشتر به این میزنن که به اعتقاد من اون میشه کتلت سیب زمینی که بعد اون وقت با آرد نخودچی و فوت و فنهای مختلف مجبورید یه کاری بکنید که این به هم بچسبه و نریزه. استاندارد اون کتلتی که در زمان قدیم دوستان ارامنه در اغذیه فروشی ها درست میکردن یه همچین چیز لذیذی بود که طعم گوشت میداد و به هر حال این بسیار لذت بخش بود خوردنش. ما بقیه کتلت ها رو هم سرخ میکنیم و با هم میریم برای سرو کردن. میرسیم به پرده آخر برنامه کتلت گوشت. من تنها نکته‌ای که اول کار فراموش کردم ولی بعدن یادم اومد این بود که نوع گوشت رو خدمتتون عرض نکردم. من گوشت گوساله چرخ کرده استفاده کردم که خودم سر دست گوساله رو با ران گوساله مخلوط چرخ کردم و یه چیزی حدود 15% چربی داشت. این یکم بیشتر یا یه مقدار کمترش اصلا مهم نیست، یعنی که از کجای گوساله استفاده بکنیدم خیلی فرقی نمیکنه توی چنین غذایی. منتها توصیه من قطعا این هست که برای اولین باری که دارید امتحان میکنید این درصد گوشت به سیب زمینی که من خدمتتون عرض کردم رو رعایت بکنید. یکم مهارتتون بیشتر شد
اگر خواستید مقدار سیب زمینی رو اون موقع بیشتر بکنید. بعضی اوقات این یکم سیب زمینیش بیشتر باشه هم طعم جالبی داره، ولی کتلت گوشت که در واقع در اغذیه فروشی ها سرو میشد چنین ترکیبی داشت و دوستانی که همسن و سال بنده هستن یا استاد بنده هستن از من بزرگتر هستن، که البته همه تون از من بزرگتر هستید و تاج سر من هستین، قطعا با خوردن این خاطرات بسیار خوبی رو به یاد خواهند آورد. سیب زمینی هم که ما اینجا استفاده کردیم یک چیز منحصر به فرد بسیار عالی هست که جداگانه من طرز تهیه این رو به طور کامل با همه جزئیات لازم خدمتتون تقدیم کردم. و ببینید کتلت به هر حال یک مخلفاتی بایستی داشته باشه و این مخلفات حتما خیارشور و گوجه فرنگی و سبزی خوردن و احیانا پیاز یا پیاز جعفری خوک شده، فلفل سبز، زیتون و به هر حال نوشیدنی مورد علاقه شما و هر چیز دیگری که فکر میکنید که سفره شما رو رنگین تر میکنه و خاطر انگیز تر میکنه حتما در کنار کتلت میل بفرمایید. خیلی ها این رو با کچاپ میل میکنن، من زیاد علاقه ای به این کار ندارم و با اجازتون یه تستی از این کتلت انجام میدم با یه مقدار گوجه فرنگی و یکی دو فرق خیارشور و این لقمه مورد علاقه منه. با اجازه دوستان کتلت گوشت و این سیب زمینی هم که عشق منه، مطمئنم عشق شما هم خواهد بود. عزیزان خیلی ممنونم که حوصله کردید و همراه ما بودین. امیدوارم همیشه از غذاهای لذیذ در کنار دوستان خوب و خانواده محترمتون لذت ببرید. در نهایت سلامت باشید. شب و روزتون بخیر. بون اپتیت.